اللهم صل على الله. امام ششم فرمود خدا نمیتونه، همچی که میگم یاد بگیرید، نمیتونه خودشون نشون بده به شما. این نشدنیست. یه وقت هم سوال کردم قدرت خدا به چی تعلق، فرمود به محال تعلق نمیگیره. این نشدنیست که خدا دیده نمیشه، آیاتش رو به شما نشون میده، خودشون نمیتونه نشون. نه به ما، به محمد و علی، به ایش کرد فرشته هم شد. خدا دیدنی نیستش. به موسی گفت این قوم من میگه ارنی انظر الیک، فرم لن ترانی یا موسی، من هرگز نه. باز قرآن میفرماد که چشم ها او رو در نمیابه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، او چشم ها رو می فرمود آیاتش نشون میده. آیات یعنی چه؟ یعنی چیزایی که نشانه او هست. وقتی شما یه برگ درخت رو نگاه میکنید، حالا بستگی به اطلاعات و فهم و بلدی و اینام داره که این مثلا این برگ درخته حالا چطور لکشی چی فلان میره تو شاخه، میره تو تنه، میره زمین، این آبا از زیر زمین بکیده میشه، میاد کجا کجا میاد، الان آب کمچی سبزه، و چطور این چی خلق کرده خدا، چجوری آفریده این در مقابل نور، مثلا آب فلان مختزه روز که هستش گاز کربونیکا رو میگیره چون کربنش احتیاج داره برای مصرف، اون وقت اکسیژن پس میده. شب برعکس گاز کربن پس میگن، شب زیر درخت میبادن نخوابید که راحت. حالا این نشانه های قدرتشون میبینیم. میگفتش که در خارج درست کردن، البته با لوله کشی و با چی و فلان و آبای رنگین و اینا، درخت و درسته مصنوعی نشون میده که آبو داره میره بالا میره برمیگرده میشه، اینا که درخت انجام میگیره نشون میده چه خبره، از کجای زمین این آبو میمه که میره بالا بعد میره تو. اما این درخت هایی که میوه برای شما میدن، آشپزخونش برگاشه، برگ ها در مقابل نور و خورشید و آبی که اونجاست و چه و اینا، غذاها رو اینجا تهیه میکنن میدن به میوه که میرسه، چه خبره چه خبره، چی کار کرده خداوند. یه دونه سیب زمینی شما حالا تو ده ما یا هر جا میکاریم آب میدیم، بعد از مدتی باز میکنیم ببینیم چقدر سیب زمینی ایجاد شده این زیر، از این یه دونه 50 تا مثلا، بعضی ها چه درشت دونه، چجوری از زمین چی رو مکیدن که هم سیب زمینی بعدا شما هم فورا میپزی میخوری، چجوری مکیده اون مواد غذایی، چجوری پلو هم چیده تو این خاکا، تو این تاریکی با این آبی که داده شده مقابل نور. اینا آیات خداست، خدا داره میکنه، میکنه خودش. همه جا گفتن فی کل شیء آیت لله، هر چیزی آیه ای از خدا درش، آیه نشانه، یعنی خدا خودشو داره نشون میده. این چای الان تو این لیوان، این من دختر چای آورده بود بده، مونده بود رو دستش، میگو بخورید اینا هاشتو او داره، درسته آب هاشتو او دیگه. خب حالا این مقدار که من بلدم شما بلدید، هاش هیدروژن گازه، اکسیژن هم گازه، هاشتو یعنی دوتا هیدروژن، او یعنی یه دونه، این دوتا گاز گلاویز هم شدن شده آب، در حالی که این گربه و گوشت و لخمن اکسیژن برسه به هیدروژن شدیدن میسوزه. الان قوی ترین جوش هایی که میدن جوش هیدروژنیه، هیدروژن در مقابل سوختن مقابل اکسیژن شدید حرارت ایجاد میکنه، این باید فورا آتیش بگیره. قصه نخورید میگیره. این کتاب وای خبر داده و از البهار و فجرت، قیامت یهو فرمان صادر میشه، اکسیژن ها نگاه میکنن میبینه ای هیدروژن بغلشه، یو مثل گربهه که گوشت لخمه را ببینه منفجر میشه تمام دریا، انفجار بعد میسوزه دیگه هیدروژن با اکسیژن. شما قدرت خدا رو ببین، آب و چجوری تکه دوتا گاز و گلاویز هم کرده شده آب، چه خبر. کتاب وحی آسمان خبر داده که کل شیئن حیین از آبه، من الماء، حیات، حیات گیاهی نباتی حیوانی ماها،
آب حیات، آب نباشه حیات نداره. گیاه هم اگه آب توش نباشه مرده دیگه، حیات نداره. حیوان هم اگه آب نباشه. دکتران میگنم 60 چند درصد بدن آبه، آب خیلی بدن. درخت هم همینطور، آب که زنده است، گیاهان حیوانات. و من اونجا قرآن میفرماد و کون عرشهو علی الماء، یه معنای عرش قدرته. یعنی ببینید خدا با قدرت آب چه خبر راند. تمام زنده ها از آبند، تمام درخت ها از آب زنده، تمام موجود های زنده آب باعث اینا. آب هم تازه اینه که میبینید هاشت و فلان، اینا آیات الهیست. یکی از سوره های قرآن که خیلی آیه آیه میکنه سوره جاسیه است. میارم به خود قیافش رو ببینید خوبه. سوره 45 قرآن، اینم سوره 45. بله، بعد از زخرف، دخان، حالا جاسیه. صفحه 499 شروع میشه، 499. این سوره مبارکه اینقدر ثواب داره خوندنش که هر وقت من ثواب القراءه رو میخونم، ثواب قرائت این سوره ها رو، دل نمیکنم. اول یه بار سوره رو میخونم، بعد شروع میکنم کاری که دارم. عجب ثواب های عجیب غریبی که این سوره رو کسی بخونه. حالا نگاه کنید آیاتشو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل به تدریج در این کتاب نازل میشه. این 23 سال طول کشید. از خدای عزیز و حکیم. عزیز یعنی هیچ نیازی به هیچ کس نداره، حکیم یعنی کاراش رو حساب کتاب. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. رفت سراغ آیات. در آسمان ها و در زمین برای مؤمن آیات الهی هست. بله خب ستاره همه آیات هم، آیات هم، حیوان هم، همین آیات. خلق خدا، حکمت خدا، چی آفریده، چی خلق کرده. در آسمان ها و زمین هر آینه نشانه ها هست برای مؤمنین. و فی خلقکم، بدن خودت نگاه کن ببین قدرت خدا رو چه خبره. یه بخواهی فلسفی منبر بود، تو خاطرم مونده، داشت رو منبر میگفت، میگم این سیاهی چشم به صورت مخروط، مخروط مثل کلقن، 90 میلیون مخروط پشت رو چیده شده این سیاهی رو تشکیل. 90 میلیون مخروط، اصلا ایران 80 میلیون جمعیت. اون وقت نور رو میگیره از اون بر به عصبا میده که شما میبینی. چه خبره. این گوش، این پرده گوش، پرده گوش کمه، گفت 6000 تار صوت اونجا هستش. هر صدایی میره به حساسیتی که داره یکی این تارا رو حرکت میده که اون به عصب خبر میده یه همچی صدایی آمدش و میشنوهش. اینقدر 6000 تار صوت. این گلوبولای قرمز بدن که در واقع کارمندای بدنن دیگه، غذاها رو میبرن، توفاله ها رو میارن، اصلا گردش خون همش همینه. خودش قرمزه، چون رو هم که بریزن قرمز. یه دونش که خیلی کوچولوه، یکی از این دانشمندان نبودم، انشتن بوده یا اون که، گفته بوده این گلوبولا رو اگه پلو هم خطی بچینیم، نه عرضه هم دیده نمیشه چیزه، ولی پسر هم بذاریم خط لاش خالی نباشه. یک انسان متوسط 2.5 کره زمین طول میکشه. چه گلوبول داره، خیلیه. از این روی این کتاب که نگاه میکنید، از این جا خدا میداره چقدر گلوبول چیده میشه. ریز آخه 2.5 کره زمین. این آیات، این میگه فی خلق کن، من آیات خدا رو میبینید چی خدا آفریده. من توی یک کتاب علمی میخوندم که ساختمان یه دونه سلول از یک شهر بزرگ مهمتره. اینقدر توی این سلول چی به کار رفته، چی به کار کرده، چجوری خدا اینا رو خلق کرده. یک کسی با غلامش داشته تجارت میرفته، تو بیابون میره، شب شدش، بنا شدش که نصف شب و یکیشون بخوابن اون بیدار باشه، دزدی چیزی نیاد بیاد خوب سرصدا کنن دو نفری. نصف شب اولم احترام میکنم، صاحبه میخوابه تا نصف شب.
صاحب چند بار چشمشو باز میکنه، هنون شب نشده بوده، میبینه این غلام خیلی تو فکره، میخواد بینه بیداره، ده بیداره ولی خیلی فکر میکنه. دیگه نوبتش شد خواست بخوابه، خب دیگه دوبار خیلی فکر میکردی. گفت این بیابون پر خار خار، من فکر میکردم خدا مداد تراش رو ورداشته دونه دونه اینا رو تیز کرده، خیلی طول میکشه. پسر خدا که مداد تراش رو هم داره، خدا میگه همه نکتیز، همه نکتیز میشه. همه نکتیز. حالا شوخیه، حالا مثال ببینه چی خلق کرده خدا. و فی ان خلق کم خلق باز و ما یب و سمندابه، هر دونه جنبنده رو که ببینی اینقدر عجایب درش هست. از دلی فرمود تمام جن و انس اگه جمع شن با عقل و فهم و علم و همه چی، حتی چارده مسلم هم باشن توش، پیغمبر ها باشن، نمیتونن یه پشه درست کنند، همه ابزار هم در اختیار شون نمیتونن و نمیفهمند حتی اینو که از کجا شروع کنند. همین که نمیتونن، استارتش هم از کمرش از نوکش نمیدونن یه همچه عظمتی توش به کار رفته. ما با چیزی نیست، ما من شما خبری نیست، همه علمات هم ورده بیار، یه پشه رو نمیتونم بیافر. چه خبر این دابه ها چه خبر هستش؟ آیاتون لقومن یوقنون، اشخاصی که یقین به خدا دارن و نشانه های خدا رو، حکمتش و قدرتش و تدبیرش و چی آفریده. و اختلاف لیل و نهار، ساعتی روزه محل ما، ساعتی شبه، تازه کم و زیادم میشه، تابستون روزا بلند میشه، زمستون کوتاه میشه، همه مؤثره. اگه نباشه اصلا زندگی ما نمیشه. اگر همش روز بود همه میمردیم، اگر همیشه شب بود همه میمردیم. همین اختلاف هم زمستون تابستون و میوه ها و اینا رو ایجاد میکنه. و ما انزل الله من السماء، اینه که از آسمان آبا که داره میاد به رزق، این آبا که داره میاد نگاش کنید، این تخم مرغ، ماش، عدس، برنج، نخود، اینا اگه نیاد این از زمین نمی رویه، اینا داره میاد که اینا رویش میکنه. رزقتون در از آسمان میاد به رزق. احیا به الارض بعد موتها، زمستون مرده زمین، اینا میبارن، بعد میبینه زنده شد و داره برنج میده، نم چی میده بولم. و تصریف ریاح، تو روایت دیدم، حالا تو بشرها اینا رو بفهم، اگه جا به جا نشه هوا همه چی میمیره، بمیره. هوا دائما در حال جا به جا شد، تصریف دام. الان شما اینجا نشستی، این دماغ دهن دینا کاسکرمونو که از شش میاد بیرون، در بعدش که میکشیم اون توش اکسیژنه، اینا میرن و میرن تا بیاد بیرون، گاز کربونیک سنگینه میاد پایین، اون سبا که میره بالا نسبت به اکسیژن اون 16 و 14 سینا همچون در راه میره دائما. این بالای پلا میره تو رانندگی خیابونا، سر پلا پرچم زدن، چرا دائما پرچم ها در تکون میخوره در حال که شما احساس باد اونجور نمی کنی. نه، دائما اکسیژن در جا به جا میشه، چون این میسوزونن ماشینا، اکسیژن یاد خودشون میرسونه، سنگینه، گاز کربونیک داره میره، اینا دائما در حال حرکت باد. هر جای خلقت زمین ببینید هوا در حال حرکت، با یواش و تنده شو اینا. تصریف ریاح، اگه یه جا هوا حرکت نکنه مردن همه. این آیاتون لقومن یعقلون، اینا آیاتیست برای کسانی که عقل رو به کار میگیرن، چی خدا خلق کرده. تلکه آیات الله، اینا نشانه های خداست. این سوره پر آیست ها، من دیگه دوتش خوندم تا آخرش برید، هی آیات آیات آیات، خیلی هم خوب آموزندگی داره. حالا برگردیم سراغ آیمون که خونده شد. ببینید آیه این بودش، بله، والذین کذبوا بآیاتنا، اشخاص رو دشمنی با خدا، دوباره هوای نفس و گمراهی و اینا، انکار میکنن که اینا کار خداست، هم ریشه ها خودشون میمکند و هم چی میکنن، یه خاصیتی درست میکنن، آثار چی 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 چی. چگونه من و شما باور کنیم که این ریشه زیر زمین تو این تاریکی ها از
چند میلیارد بشریم الان، 4-5 میلیارد، چقدر مغز این فهمیده تره. ما نمیتونیم بفهمیم از این زمین چی بمکیم که رو درخته بشه توت فرنگی. این میدونه چی بمکه، از کجا میدونه؟ باور میکنید هم که فهم این ریشه داشته باشه؟ خاصیت کدومه؟ خدا داره میکنه. اون شاعره میگه تو پرچم حرکت میکنه میبینی، باد رو نمیبینی. پرچم خودش حرکت میکنه، باد داره حرکت میده. تو خدا رو نمیبینی، خدا داره میکنه، تو اونو میبینی. این آیات الهیه، داره خلقتش رو میکنه. خب چرا تکذیب میکنی؟ میگه چی تکذیب؟ کره زمین داره دور خودش میچرخه، خیلی هم سریع میچرخه. ماشین به چه سرعتی بره که 24 ساعت یه دور بزنه که زمین دورش انقدر سریع؟ تو فضام خیلی تند داره راه میره که یک سال شمسی یه دور اون خط دور خورشید رو طی میکنه. چند وقت دیگه عید نوروز میگن تحویل شمس به بار جهنم. اگه تمام هیکل زمین بنزین سوپر باشه به یکی دو ساعت تموم میشه. و دانش میگه انرژی به ماده به انرژی تبدیل میشه، محال خودش پیدا بشه. میگن این ماده چی بوده که تبدیل به انرژی ها شده؟ نداره هیچی ها. چشمش هم مده میگه نه اونو برای ببین این تکذیب معناش همینه. و تو چرا نمیگی خدا؟ بگه خدا چیکار کرده؟ دشمنی برای چی؟ نگفتی زمین داره میچرخه، این حرکتی که میکنه کدوم انرژی مصرف میشه که این حرکت ایجاد شده؟ شما ماشین تو بنزین نزن اگه تونستی یه قدم را بری. کجا اومده اونم این همه حرکت به این گندگی را رفتن؟ خدا میکنه. میگن لا حول ولا قوت الا بالله. حول انرژی است که در حال مصرفه، قوه انرژی است که وجود داره آماده مصرفه. هیچ انرژی در حال مصرف و آماده مصرفی نیست مگر مال خداست. اصلا حول قوه جز خدا در کار نیست. اصلا حول قوه وجود خارجی نداره که تو بفهمیش ببینیش. خدا داره میکنه، تکذیب میکنن خدا رو. بلشون این تکذیب معنیش چرا چت میشه؟ اینو کرده تو خدا تو بشناسی، بعد دستوراش که این نفعت ببری، دنیا تو خوب کنی، آخرت تو خوب بکنی. حالا مثال خدا میفرماد اینا سم کرند، هیچی نمیشنوی. تو این همه شنیدی به اطلاعات اضافه نشده که اینا چگونه انجام بگیره. خودش انجام بگیره، خودش. یه دزدی از خونه شما بشه بگن آه خودش شده، یه جوری شده رفته. آقا دزد اومد؟ نه، این سیبه دستت گرفته خودش سیب شده، اون شده سیب. این همه عظمت توش خودش، به هیچ وزیر بار نه. چرا خود بد کسی گرده باشه؟ اونم یه آدم بلدی، واردی آدم، این هر کس برای خدا حکیمی که چی رو چی بکنه. نیوتن گفته اینو، گفته که من وقتی دستگاه گوارش رو میبینم و میوه ها رو میبینم میفهمم یه مهندس دستم در کاره. همین که این دستگاه رو درست کرده تو درخت ها، این اون به درد این میخوره، اون به درد این دستگاه گوارش میخوره. یه نفر دستن در کاره به هم میدونه چی به درد میخوره. خب این همه عظمت داری میبینی، چه تکذیب تو نشنیده میگیری همه اینا رو. بکم یعنی بیان حقایق نمیکنه. الان تمام این دشمن های همین رژیم، همین بوغا که میزنن، حقایق رو بیان نمیکنه. بکمن لالن از گفتن حقایق، گول خوردن ایم همشه پولان و باچلو از اجان پول بگیرند و فلان اینا. تو حق کنیم بکمنه کسی که حق رو میفهمه نمیگه، نمیگه. یه شوخی درست کرده بودن، میگفتن که سابقه ها تو شوخی اینا گفتن که برو جلد منبر میرفتن چند نفر. این صاحب جلسه رفته بود یه غریبه با قول خود، چون این غیر برو جلدید منبر دعوت کرد. اینا شوخی همش منبر یا لجبازی کردن که ما هستیم. اینه برای چی دعوت کردن؟ نقشه کشیده بودن، شروع که میکردن این از منبر نیمده، این پا میشد میرفت، آخری هم دعا میکرد میرفتن. من بریدید روز اول رابش ندادن. صاحب جلسه هم سوازش به اداره بود، نفهمید چی شدی آقا. روز دوم فهمیدیم منبریه اینا راه نمیدن.
وسط یکم منبر ها باشد گفت آیون شما رو به حضرت عباس بذارید برم منبر. میکنند آقا ما کسی تو منبر نمیره، خب برو ما که گفتی نه این دیگه روش نمیشه که پاشو اینم میره منبر ها. بعدم شوخی بگن شده این قضی شروع میکنه صحبت کردن، میگه یه مرده رو گذاشتن تو قبر، نگه رو منکنه آمدن که من رب بکن رب چی ما به لحجه برو جردی، حالا من لحجهش خوب بلد نبودم، به لحجه برو جردی مثلا میگه مدانم رو نبگم، مثلا میدونم نمیگم، نگه رو میکنه میگن چی میگم. میرن سراغ انبیا همه که بابا این امت توش نمیم چی میگه نمیم، تا میرن سراغ ابلیس شوخی همش رو منبر میگه بیا میشناسیش، میگه پدر سوخته برو جردی اینقدر جنسش خرابه میگه میدونم و نمیگم، اینا میدونستن من اینجا دعوت هم نمیذاشتم برم منبر. میگم چقدر مرید شدن مردم با اینکه به برو جردی ها بد گفت دیگه دعوتش میکردن دیگه. ببین این بکمه یعنی میدونه نمیگه، بشر اینقدر بد حقایق نمیگه، محاکمات قیامتی مال همین است، حقیقت رو میبینه نمیگه، سمه میشنوه مثل نشنیده میگیر، فی ظلمات تو تاریکی چطور آدم هیچی نمیبینه، این میبینه منطقه این کور ندیده حساب میکنه، اینجور به حقایق دارن مبارزه میکنه. و من بعد میفرماد من یشاء الله یذله، خب تو نمیخوای جاده رو بری، نمیخوای بفهمی ببینی بدونی، خب گمراه برد بود این را رو انتخاب کرد. و من یشع یجعله علا صراط مستقیم، ببینید هدایت و چی رو خودمون بد بخوایم میده خدا اون وقت، کسی نمیخواد هدایت بشه. این حضرت موسی بند خدا، حالا چقدر شما بلدی من بلدم، حالا یه سریالی هم که دارن درست کنم ببینیم چی میشه. این اصلا جعبه ها رو که فرعون از رود نیل گرفت که دیدن یه بچه توشه، از اینجا رفت پلو فرعون دیگه، حالا داستانش کار دارد. زنش گفت ما بچه نداریم و بچه ما باشه و چه بچه خوشگلی بودم. 20 سالش شد تو مصر بود که بعد زد اون چیزه رو کشت و فرار کرد. 20 سالم مدین بود، پلو شعیب برگشت آمده، این مدت که با فرعون درگیر بود که فرعون غرق شد 20 سال، الان موسی شده 60 سالش که فرعون تو آب غرق شده، 20 سال آخر با 20 سال اول دائما با این موسی بوده. پیغمبران صبح تا شب همه چیزشون معجزه بود، همه چیزشون درس بود، همه از بچگی هم همطور بودن. نمیخواد درست بشه کسی کور و کر و خر، خب نتیجه چیه؟ برد تو اعما جهنم برای همیشه. چیه؟ خب چرا درست نمیشه؟ درست رئیس باشه و درست از پدستخت گیاه که فلان. حضرت موسی تو درگیری هایی که با فرعون میکرد حریفش نمیشه، اون عصا رو داشت و ید بیضا حریف نمیشد. خدا هم گفت را بیا، شاید تو را بیا، شاید متنبه بشه. حتی از فرعون خیلی تو را اومدن، متو انقدر نشد که کمرشون بشکنه ولی زیاد هی. یه دفعه حضرت موسی از طرف خدا بهش پیشنهاد کرد، گفت فرعون تو نگو من خدام که غلطه، خود خودت میدونی که نیستی، که تو بگو من بنده خدام، به من که رسولشم ایمان بیار، چند تا چیز خدا بهت میده، من از طرف خدا مأمورم بگم. سنش شده بود 400 سال، وقت سن زیاد بودش، خیلی ناتوان دیگه شده، خیلی آرزو داشت جوان بشه، خیلی جوانت بکنیم جوان جوان سن قویه که بشه. یه زنی داشت تو زناشین عجب غریب خوشگل بود، اونم خیلی پیر شده بود، خیلی دلش میخواست اون زنه مثل جمعونی هاشو دختر و اینا باشه، که اونم برات دختر میکن. تو این حکومت تو میخواید دست ندی، خدا میگه داشته باش، منتها به عنوان بنده خدا مؤمن حکومت کن، از دستت نمیگیریم، تو تام بمیری این حکومت رو برای همیشه تو آخرت بد میدیم. این دیگه که خب چه مرزی دیره، خب بریم ما بیاریم حکومت که سر جاشه، خدا هم که جوان بشه، اون زنم که درست میشه، اینه که دلش میخواست و آخرت هم که هست. هامان خدا لعنتش کنه، هامان وزیر جنگش بودش، نمیدونم تو یه ساعت که خدا باشی بهتره تا عبد عبدت بشی، این لغت های بدبختی، موسی عبد توست از حرف، آخه میگو من خدا، تو اون وقت عبد عبدت میشی و از این بدبختی هم.
میگن هر که در مشورت خیانت کنه خدا تو جهنم با هامان محشورش میکنه. خیانت کرد تو مشورت به فرعون، هم خودشو بدبخت کردم. ببین حتی اینطور هم میکردن که ایمان بیارن. خب چی میخواد بشر؟ چرا بیمونه؟ خبرهای باطل رو این. اون وقت ببینید شیرینی آشنا شده با خدا، ایمان به خدا، شیرینی اطاعت خدا، هیچی به این شیرینی نیست. اینو چرا از دست میدن؟ شما تو آشنایات که داری، خودت، من، شما، کدوم برادر از همه لذت بخشتره؟ خب معلومه شخصیت هایی، کسایی که آشنایی با هم، آشنا بودن با خدا از همه لذتش بیشتره. حالت فرمانبری خدا لذتش از هر چیز بیشتره. من درم فرمان اونو میبرم، اونم داره نگاه میکنه، خود صاحب کارم داره نگاه میکنه. چرا اینا را دست میدید؟ بشر چه خبره؟ یه شام نهاره یا دنیا مگه چیه؟ چه خبره؟ تازه بدبختی میگردشون، چه انتخاب غلطی هم میکنن. خب ابه میری چه نفسه من؟ عجیب سابقاتی لغت ها، آدم هایی که هر وقتی به نون و به وقتش میکنن میگن ابن الوقت. این فران حالا تو آبا که دیگه دید الان غرق میشه، هیچی دیگه به دردش نمیخوره، حالا میگه ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل. خب اینجا دیگه خود خدام تو قرآن گفته این ایمان غلطه، ایمان اضطراری ایمان نیستش. هر یه نفر نماز میخونه، هر دلیلی میاری براش، یه کور آتیش بگیری بشه، یه تفنگی بخون میکشمت، این نمازه به درد نمیخوره، این نماز اضطراره. این نقونه خودشو بیچاره دیده، هر که بخون بعد نه، این با اختیار باید انتخاب بکنه. اونجا گو آل آنه وقت عصیت قبل و کنت من المفسدین، حقایق رو میدونستن همه رو. الان این صفحه که جلو من بازه، صفحه 132 قرآن که خونده شد، این صفحه قبلیش، صفحه 131، اون بالای صفحه نوشته بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. این همه حرفیست که الان من دارم میزنم، من ورق میزنم ببینید چی بوده. قبلش خدا میفرماد ولو ترا از وقفو علی النار، پیغمبر میخوام ببرم دم در جهنم نگهت دارم، اینا که دارم قیامت میکنم تو جهنم، تو نگاهشون کنی ببینی، ولو ترا، اگه ببینی اینا وقفو که برن جهنم، اینا همه جهنمیه. پیغمبر علم داده بود بهش، خدا همه رو میشناختون، همه رو میدون. فقالو درن به خدا میگن الان، یعنی که با من تو جهنم، یا لیتنا نرد، ای کاش ما برگردنده میشدیم، یعنی تو دنیا، ولا نکذب به آیات ربنا. ببینم تکذیب آیات، ما خدا رو از طریق آیاتش میبینیم دیگه، تکذیب نمیکردیم آیات ربمون رو، نمیگفتیم دروغ خدا نیست، و نکون من المؤمنین، ایمان می آوردیم. این دیدید، حالا بیم صفحه، خدا می فرماد بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. بدا یعنی حالتی که بر انسان عارض میشه، تصمیم میگیره الان، بوده تا حالا تصمیم نداشت. شما چند وقتی میخوای برو خونه خالت، حالا همجوری یه ساعت هشت شب تصمیم میگیری بریم، بدا بشه میگن، یعنی الان تصمیم میگیری بکن. میگه پیغمبر اینی که الان دارن این حرفو میزنن بدا لهم، این همیشه در ذهنشون بود، یخفون من قبل، همیشه منو میشناختن، آیاتمو میدونستن، همه رو میدونستن، شرارت میکردن، دنبال هوای نفس بودن، دنبال غلطا بودن. یه مطلب، مطلب دیگه، من خدام ولو ردو لعادو لما نهوان و انهم لکاذبون، همه اهلان دارن دروغ میگن، میگن میشه خدا رو خامش کنیم، ما رو برگردون چهار تا دیگه زن علوات بکنیم بیه، دروغ دارن میگن. لاش همه الان که جهنم میبینن دارن یه حرفم میزنن، همه الان هم دروغ میگن، میگن من خدام دیگه، من خلقشون کردم، نه اینو نمیخوام برگردن بنده یه کنن، میخوام برگردن لعاد و لمان و ان، برگردش نمی دوباره یه امام حسین یزید پول بش بده سر ببر، یه همچی جنس خرابی بشر داره. امشب بس اون بشه، اللهم صل علی محمد.